بسم الله الرحمن الرحیم. بازم خوش آمدین به یکی دیگه از درسای سلسله درسای صنف 11 که درس پنجم است امروز. بخیر، امیدوار هستم همتان صحتمند باشین و کتاب و قلم و همه چیزتان باشه تا ای که درس امروز هم خوب استفاده بکنین. دوستای عزیز، امروز یک درس پنجم است که این درس مربوط رایتینگ میشه، یکی از اسکیلای دیگه لسان است که ما شما در لسان چهار اسکیل داریم که هر زمان وقتی ما میگیم I know English، باز یک کسی از ما خواد گفت که خب Do you speak؟ گپ میزنید به انگلیسی؟ Do you listen؟ شنیده میتونی؟ Do you write؟ نوشته کده میتونی؟ Do you read؟ خوانده میتونی؟ اگر ما جواب کل این چهار سوال yes گفتیم و میتونستیم این چهار کار کرده، به این معنی است که ما انگلیسی را میفهمیم. اگر ای که گفتیم I can't speak، من گپ زده نمیتونم، I don't write، من نوشته کرده نمیتونم، یا I can't write، دو صورت انگلیسی ما چی است؟ ناقص است، یعنی تکمیل نیستیم. این چهار مهارت مهم است. در درس‌های قبلی ما شما گرامر، بخش گرامری را کار کردیم، بعد از دو بخش های ریدینگ بود خواندیم. امروز ما یک درس داریم، درس رایتینگ است. شما در اینجا کتابتان را ببینین، صفحه دهی کتابتان نوشته است رایتینگ نوتس و همچنان رایتینگ لیتر. هدف درس امروزی ما شما چگونگی نوشته کردن یک نامه برای یک کسی است، البته نامه رسمی یا فارمال، و همچنان ای که چه قسم نوت بگیریم و چطور بتانیم یک نامه خوب نوشته کنیم. این درس است. پس امروز خوب متوجه باشین که این قسمت را کار بکنیم. خب در اول میبینیم در اینجا نوشته است Writing from notes. Writing from notes به این معنی که اول ما وقتی میخواییم یک چیز را نوشته کنیم، پیش خود یک فکر میکنیم که ما چی نوشته کنم. یک نوتس پیش خود میگیریم، بعض نکات را یادداشت میکنیم، بعد از اون نکات میریم به طرف چی؟ به طرف نوشته کردن. خب فرضاً ما میخواییم یک عریضه نوشته کنم، فرضاً ما میخواییم یک رقعه نوشته کنم، ما میخواییم یک کتاب نوشته کنم یا هر چیزی که نوشته کنم، اولین قدمی که ما بر رایتینگ میگیرم این است که من میرم فکر میکنم که خب من امروز یک نامه نوشته میکنم برای استاد. خب اول باید چی کار کنم؟ از این تشکری کنم، کدام مورد برش ذکر کنم، دوباره کتاب برش بگویم، دوباره کارخانگی بگویم، هر چیزی که هست کل زیاره ما میرم فقط نوت میکنم. مهم نیست که ما جملات نوشته کنیم، فقط کتاب یا قلمتان کتابچه را بگیرین و فکر کنین که کدام موارد در این نوت ببخشن، در این نامه یا در این ورق ذکر شد، این را فقط نوشته کنین. این هم در اینجا میگه Sometimes students visit interesting places in their local region or people with interesting jobs. They come and talk to other students in the class. The letter below was written by a boy at a school in Kabul to the commander of the fire station. First study the letter with your teacher. خب در اینجا یکی از شاگردای مکاتب برای رئیس یا قماندان یک بخش اتفاقیه یک نامه نوشته کرده. ای که از او چی خواسته؟ حال ما شما میایم نامه را میخوانیم و بعد از او موضوعات دیگه را که مربوط به زیر میشه که چطور نوشته کنیم ایره هم کار میکنیم. خب در قدم اول شما به کتابتان متوجه باشین، صفحه ده کتابتان را ببینین و خود امین نفس امین نامه را ببینین. اینی تشریحات که در چهار طرفش داده ایره متوجه نشه، فقط بین خود نامه را ببینین که در نامه چی است. من ایره میخوانم براتون، بعد از او باز میایم سر موضوع تشریحش گپ میزنیم. خب در یک طرف نوشته است The Commander Central Fire Station Phone Number Kabul Afghanistan. در قسمت دیگه نوشته است سید عبدالله سادات Class 11 نادریه High School کارته پروان Phone Number Kabul Afghanistan 19 March 2009. ای دو. بعد از اصل متن نامه را که شما میبینین در متن در اینجا ای که چی نوشته که دال میخونیم، بعد از باز میایم سر موضوعات تشریحاتی که در چهار طرف داده ایره بحث میکنیم. خب آل گوش کنین بر نامه و کتابتان رو ببینین. در اینجا نوشته است I'm a pupil at Nadiriya High School in Kabul. I and my classmate are learning about fire station and firemen
at the moment in our English class. We are interested in visiting a fire station to find out what it is really like. If it is possible to arrange a visit to your fire station for our class, we would come on any weekday at any time. If this is not possible, can somebody from the fire station come to our school and talk to the members of the English department about a day in the life of a fireman at a fire station? داخر گفته I'm looking forward to hearing from you. Thank you. Yours faithfully, Said Abdullah Sadat. خب در این نامه ما شما دو نکته را ذکر کرده. اول سه نکته. اول خود معرفی کرد که از کدام مکتب است و بعد از او گفته که برای اتفاقی دو پیشنهاد داشت. یایی که برای ما یک وقت را تنظیم کنین که ما بیاییم در امو دفتر اتفاقی و در باره اتفاقی بیشتر بیاموزیم عملی و یایی که یک کسی از دفتر اتفاقی بیایه و برای ما در باره زندگی روزمره خود و یایی که چی کارها را انجام میتن معلومات بده. خب این یک نامه هست، اما مهمی است که درس ما شما رایتینگ است به این معنی که how to write a letter. اصل درس ما شما یه است که how to write a letter، چطور یک نامه نوشته کنیم. خب وقتی که ما عالمیم در بخش رایتینگ ازی، پیش ازی که ما نامه رو نوشته کنیم چند نکته است که برای شما اینجا ذکر میشه. اول میم سر تشریحاتی که ما شما داریم در این صفحه، ما دیدیم که این نامه خوب بود، ولی در چهار اطراف از این نامه شما میبینین که بعض تشریحات را داده. حالا اول بیاین که اینا را ببینیم که این نامه چه قسم فرمت یا ساختمان اصلی ازی چه قسم است، بعد از اون میریم سر موضوع رایتینگش. خب در اول، در چارت اول در این قسمت بالا، در اینجا شما میبینین بخش اول، بعد از اون میریم بخش دوش، بعد از اون میریم در این قسمت و بعد از اون آخریشه. به این شکل یک یک سعی میکنیم. شما کتابتان را ببینین و این رو من میخوانم و تشریح میکنم. اول در قسمت بالا در طرف چپ نامه در کنج بالایی نوشته است The name and address of the person you are writing to. شما برای کسی که نامه را میفرستین باید چی را نوشته کنین؟ در قسمت چپ و در بالا نام و آدرس کسی را نوشته میکنین که نامه به او میره، و در طرف راستش در کنج بالایی طرف راست ورق آدرس و مشخصات کسی نوشته میشه که نامه را میفرسته، و در اینجا نوشته است Your name and address and the date، تاریخ و آدرس و نام خودت. و بعد از او Dear Sir در قسمت پیش ازی که نامه شروع میشه اینجا نوشته میشه، به خاطر ازی که ما یک احترام عرض میکنیم یا خدمت عرض شود محترم ها اینا اینگه باز. بعد از خود متن نامه هست و در آخر Yours faithfully یک کلمه یا یک فریز یا عبارت است که ما همیشه برای تشکری و سپاسگزاری در آخر هر نامه یا مکتوب استفاده میکنیم. یعنی یک نامه باید چند چیز داشته باشه. در قدم اول نام مشخصات شخص گیرنده، نام و مشخصات شخص فرستنده، خود نامه و در آخر هم یک تشکری. این چهار پنج نکته بسیار ساده و مهم. خب در اینجا حالا بر شما قسمت بعدی صفحه را شما ببینین در صفحه ده، در قسمت دوم اینجا حالا میایم سر نوتس که چه قسم ما باید از نوت استفاده کنیم. در اینجا میگم Now look at the notes which Said Abdullah took before he wrote the letter. See how he made sentences from them. سید عبدالله همی کسی که نامه را نوشته کرده، پیش از این که این نامه را نوشته کنه این فکر کرده و قلم را گرفته و نوتس نوشته کرده. نوتس را چه قسم نوشته کرده؟ جملات نوشته نکرده، فقط کیوردز یا کلمات بسیار مهمش را نوشته کرده. مثلا در اینجا شما به کتابتان ببینین نوشته است پیوپل، نادریه های سکول، کابل، انگلیش کلاس، fire station, arrange a visit, my class, a weekday و غیره. خب حالا ما فرض کنیم یک نامه به یک دکتر نوشته میکنیم، میخوایم که
ما بیایم و شما را ملاقات کنیم، یا یک وقت ملاقات برای دکتر میگیریم که مثلا ما چی هستیم، دندان درد هستیم، سر درد هستیم و مثل ازی. خب ما در قدم اول کاری که میکنیم چی است؟ taking notes است. چی است؟ taking notes. این قدم اول ما شماست که ما نوت میگیریم، در اول پیش خود یک نوت میگیریم که بفهمیم که ما چی چیزا را باید در نامه خود ذکر کنیم. فرضاً ما پیشتر گفتیم که دکتر، اول آدرس و موضوعات خود ماست، ولی ما میریم خب مثلا هاسپیتال، هاسپیتال شفاخانه، نام شفاخانه را شاید بگیریم، کدام شفاخانه، تایم، یا مثلا چند بجه من میایم، چند بجه شما میایم. مثلا مریضی که داریم، سیکنس خود را باید بگیریم، مثلا نشته کنیم که هیدک، سردرد است، یا مثل ازی و چگونگیش. خب فرض ما فکر میکنیم کدام شفاخانه، ساعت چند بجه، چی مریضی دارم، برای دکتر روان میکنیم که دکتر صاحب ما اینی مشکل داره، ما میاییم. خب این قسمت اول است که نوتس است. حالا مثال از این نوت در کتاب هم داده شده، پیش از اینکه شما به این نامه را خواندین، پیش از اینکه نوت را ببینین، نامه را ما خواندیم، ولی اون نامه تکمیل بوده، یعنی چندین قدم را گذشتانده بعد از او این نامه تکمیل شده. ولی قبل از اینکه یک نامه نوشته شده، از قدم اول ما میایم در چی؟ در نوتس. خب taking notes چند نکته داره. در taking notes هیچ وقت ما اتر میتون بگیم که don't write full sentence. خب فرضاً نشته میگیم don't write full sentence، جمله مکمل نشته نمیکنیم در take notes. همیشه میم سر چی؟ همیشه از keywords استفاده میکنیم، یعنی کلماتی که بسیار کلیدی است. در keywords میتونه نیم باشه، نام یک شخص باشه، میتونه تایم باشه، میتونه نمبر باشه، یا میتونه یک صفت باشه، از adjective، adverb، از اینا استفاده میکنیم که ما بفهمیم. مثلا در اینجا pupil چی است؟ نام، نیم است. نادریه های سکول، name of the school است. کابل نام شهر است که در اونجا هست. مثلا about fire station یک فریز است، یک جمله مکمل نیست ولی نصف است، یعنی یک چیز در ذهن ما میته که ما fire station، اگر نشته کنیم go to the hospital، رفتن به شفاخانه یا going to the hospital، اینا این در ذهن ما میه که خب ما درباره چی نشته میکنم. و بعد از او اگر ما ببینیم نشته است English class، که یعنی ما در انگلیش کلاس هستیم. یا اگر نشته کنیم arrange a visit، تقاضای ما چی است؟ اینجا تقاضای از این بود که برای ما یک ملاقات را تنظیم کنن. یا مثلا not impossible، در صورت که اگر possible یا ممکن نبود، باز از چی باشه؟ someday somebody به یک کسی بیایه برای ما گپ بزنه اگر ما را اوجا اجازه نمیتن و مثل ازی. بعد از او این شد notes، این نفر نوت خود گرفته که اینی چیزا رو در نامه خود ذکر کنه. پس در قدم دوم ایمی رو ریوایز میکنه، ای رو از این جملات میسازه، بعد از جملات را ایدیت میکنه و بالاخره ای میشه یک نامه مکمل. خب درس امروز ما شما تنها تیکینگ نوتس بود که ما از نوتس چطور بسازیم. اینال شما فکر کنین سر از این نوت و این نامه رو بخونین دقیق و ببینین که از این نوت این جملات چه قسم ساخته شدن. و کار خانگی شما ای که اول یک عنوان پیش خود انتخاب کنین که شما یک نامه نوشته میکنین، مثلا برای استادتان، یک نامه برای پدر، یک نامه به مادر یا هر چیزی که است. پیش از اینکه نامتان رو نوشته کنین، مثل از این یک نوت براتان نوشته کنین، بعد از اون نوت جملات بسازین و او را یک نامه مکمل نوشته کنین که بتانین تمرین شوه براتان و بتانین که یک نامه خوب و درست را نوشته کنین، در لسان انگلیسی البته. خب این بود درس امروز ما شما. خدا کنه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. بسیار زیاد تشکر. وقت خوش.